هی تو بهترین اتفاقی هست که توی زندگی من افتاده. توی کل زندگیم بهترین اتفاق زندگیم دقیقا خودتوی. تا آخرش قول بده که با من باشی. من عاشقتم رفیق، من واقعا عاشقتم. بدون تو من نمیتونم زندگی کنم. عاشقتم بسه، دوستت دارم. بریم که ویدیو شروع کنم. فقط خواستم دوباره عرض ادبمو به تو کنم و بگم چقدر دوستت دارم رفیق. تو بهترین اتفاق زندگی منی. قدر خودتو بیشتر بدون. بچه ها چطورین؟ بچه ها من چند روزه که از سینگلی و از بدون دوست دختر بودن و از اینجور چیزا واقعا خسته شدم. واقعا احساس افسردگی میکنم. واقعا احساس میکنم که یه عشق واقعی نیاز دارم تو زندگیم. نیاز دارم که یه نفر تو زندگیم باشه، ولی واقعا کسی نیست. من واقعا احساس افسردگی میکنم. اون داستان عاشقانه رو میخوام یه جوری برطرف کنم. اون نیازم به این که یه نفر باشه، یه نفر که دوستان داشته باشه اینا. بنابراین امروز تصمیم گرفتم یه کاری کنم. امروز تصمیم گرفتم برای یک بار دیگه و یه شاید برای آخرین بار باز هم وارد دارکوب بشم و یک بار برای همیشه یه دوست دختر دیگه سفارش بدم و این بار برای آخرین باری که این کار رو قرار انجام بدم. پس مطمئن شو که از تماشاش کاملا لذت میبریم. میخوام کاملا فیلم بگیرم، پروسم به شما هم نشون بدم که چی شده، چجوری این کار انجام میدم و کل این داستان رو قرار با شما به اشتراک بذارم. قبلش رو حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. بریم که داشته باشیم. خب خیلی زشتی بچه ها. یه چند تا از شما یه فایلی واسه من فرستادین، گفتیم فیمساج یه حرفای راجب زده. بریم ببینیم چه حرفای منظورتون بوده. یه چیزایی مثل اینکه فیمساج پشت سر من گفته، نمیدونم. بریم اول ببینیم چی گفته. برای این پسر فازل فکر میکنم بده اسمش. من فازلم. قشنگ دید من گوشیم چند بار زنگ میخوره، نفر در روز صحبت میکنم با چند تا ادیتور کار میکنه. واقعا گفتم تو دیگه اند حاج فمایی. من سارتان فس فما واسه همین یه روزو خوش گذروندم، رفتیم بیرون و اینجور داستان. جالب شد، جالب شد. مرسی فیمس، مرسی که لو دادی. ولی من قرار بود که لو ندیم و قرار بود که چیزی به کاملا خصوصی باشه، ولی تو لو دادی، دمت گرم. ولی بچه‌ها من سلطان فسمم، من انداش فهمم نیستم. باز بخوام راستی یه ویدیو، حالا که اینو دیگه دیدین، اینو که شما واسه من دارین میفرستین، یه ویدیو هم هاشم آیزنبرگ قبلش چیزایی گفته بود توی لایوش، مثل اینکه بریم اونم ببینیم که چی گفته بوده. چی نوشته؟ عمو فزی دیگه کیه؟ عمو فزی هستم، سلطان بزرگ یوتیوب فارسی. خب ببینیم که ببینیم چه دوست دختری قرار امروز بگیریم. وارد سایت میشیم و بای حاج پشمام. این چه سایتیه؟ چه اینطوریه؟ یعنی اینا رو من تو سفارش دادم. اینجا نوشته Girls all over the world، یعنی دخترها همه جای جهان. همه جای جهان، خب ایران هم میشه همه جای جهان. و میگه کلیک on the picture to see details، روی عکسشون کلیک کن تا جزئیاتشون رو ببینی. به نظر شما کدوم انتخاب کنی؟ این وسطیه چه این شکلیه آجی؟ بیان اسم بزنیم. از چپ شماره 1، سمت راستی شماره 2، اون یکی شماره 3، شماره 4، شماره 5. از چپ 5 تا دختر دیگه. همین الان قبل از اینکه من انتخاب کنم، شما بریم تو کامنت رو بنویسین اگه شما بودین کدومی که از این انتخاب میکردین. به نظر شما کدومی که از این بهتر بود؟ به نظر من که من همین الان انتخابمو کردم. من یه تیپ استایل و قیافه دوست دارم و اون تیپ قیافه توی این عکس هم هست، متاسفانه و یا خوشبختانه. آره اون قیافه که دوست دارم اینجا من میبینم. ولی خب شما اگه بودین کدوم انتخاب میکنید؟ همین الان اول شما برید تو کامنت رو بنویسید تا من برم ببینم کدوم رو باید انتخاب کنم. از سمت چپ شماره 1، سمت راست راست شماره 5 میتونید انتخاب کنید بینشون. وسط یه چرا شبیه زامبیه. از اون از قشنگ اگه بری پیشش ممکنه یه جایی تو بباره تعبیرت بده. نه اوه این چقدر خوشگله حاجی، این یکی چقدر خوشگله. پشمام چشمایی داره. این چه اینطوری هن؟ جالب شد. انتخاب کردین تو کامنت ها نوشتین؟ من ترجیحاً دوست دارم این سمت راستی شماره 5 انتخاب کنم، چون خط چشمی که داره خیلی خوشگله. من عاشق خط چشم. خیلی خوشگله آجی، نگاه کن. با این پیش بریم دیگه. نه راستی اینا تو این استاد یه جوری که قراره یک شبه میفروشی، یعنی قراره که من نمیم چجوری توضیح بدم مؤدبانه و اسلامیش باشه، ولی یک شب از قراره. یعنی چی؟ یعنی که یک شب طرف میاد
بعدش میره. ولی یک شب یه دوست دختر خوب داری، اینجوری نیست که طرف با داخلی تا آخر عمرت بردت باشه، تا آخر عمرت بر زندگی کنه. نه نه نه، اینا فقط تو فیلم هست همین چیزی. توی سه جام هست ولی خب الان اکثرشون جمع شدن. این قرارا فقط یک شب هم و من الان واقعا اگه بخوام انتخاب کنم یه نفر برای یک شب، سمت راست شماره 5 انتخاب میکنم. خب واو، اسمش نسا و چه عکسایی داره آجی، نگاه کن اینجا رو نگاه کن. اوف چیزی نسا پرشن پشمام پرشن راشن، یعنی ایرانی روسی، یعنی همچی چیزی، میکس ایرانی روسی. Born girl available for daily or monthly dates. وای حتی میتونه ماهانه هم در دسترس باشه. پشما حتی میتونه ماهانه هم در دسترس باشه. باید اونجا کلیک کنم تا ادامه جزئیات رو ببینیم. ولی نگاه کن دقیقاً چه لباس خوبی داره، چه سیس گنگی داره آجی، نگاه کن، دقت کنیم بچه. پشما هم ریخته، چیز خریه اصلا لباسو. بچه من فکر نکنم یه وقت حوالی چیزی هم آنه، این خیلی خوش کرده واقعا، من اصلا این تیپ قیافه دوست دارم. برادرتون بگیرم دیگه، نه دیگه تا اینجا اومدی، شما که اومدی منم که اومدم، اینو میگیرم. احتمالا هم که کلاورداری نیست دوست دارید، ولی چون رفیقم واسم فرستاده. ولی اگه مثلا یه سایت دیگه شما همچین جوری پیدا کردین، احتمال زیاد کلاورداری و ممکنه سرتون کلا بره، ممکنه پولو بگیرن هیچ چیزی به شما ندن. ولی من چون از خودم اطمینان دارم این کارو انجام قراره بدم. نسا قراره امشب تو ویدیو من باشه، بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها نسا رو خریدم و خریدم. ایبه این انسان یه شخص زنده است، یه شخصی نفس میکشه و این حرفم بسیار زن ستیزانه حساب میشه. ولی بچه‌ها به هر حال سفارش رو ثبت کردیم و خب کاسبیه دیگه، کاسبی حلاله هر جور باشه. به هر حال سفارش رو ثبت کردیم و قراره تا هلو باشه فکر کنم 9 ساعت دیگه بیاد. گفته ساعت 12 الی 1 شب میاد پیش تو رو سوار ماشین میکنم میبره یه جای دیگه، همچین چیزی گفته بود. من ترجیح میدم که تو جای من باشه، ولی به شما نشون میدم که چی میقراره بشه و خیلی خوشحالم. یه جوری احساس میکنم اون حفره از عشقم که درون من خاک شده بود و قراره پر بشه، همچین چیزی نمیدونم. به هر حال باید یه چند ساعت منتظر بمونیم. من یه کاس میدم میرم یه خورده یه سری کارا میکنم، بعدش هم میام و خب بقیه ویدیو رو با هم دیگه بگیریم. برام یه چیزی بخورم، خیلی گشنه‌ام. راستی کلوچه لاهیجان، بچا اگه تو لاهیجان اومدی حتما کلوچه لاهیجان با کاپوچینو رو از دست ندین. بله برام، من برام یه دونه قهوه واسه خودم بخورم با کلوچه لاهیجان. این کلوچه هم چقدر خوشمزه است. میریم انجامش میدیم دیگه آجی، میریم انجامش میدیم، هیچ مشکلی نداره. تا آخر ویدیو حتما با ما همراه باش. خب بچه الان ساعت 12 شبه و دیگه باید منتظر باشم بیاد با لباسم عوض کنم بیام با ماشین میاد دنبالم. و راستی یه چند دقیقه پیش من پیام داده که لطفاً خود تنها بیو. من نمیدونم چرا گفته تنها بیو، خب من که قرار نبود با کسی بیام، ولی تنها باید برم و قراره قشنگ استفاده کنم از پولی که دادم. این بخش رو اطمانم باید کات کنم. خب بچه چیز عجیب اتفاق نیفتاد، منم دیگه دارم میرم. کاری نداری؟ نه کارمون هنوز با تو تمام نشده. یعنی چی؟ وقتی از در رفتی میرم متوجه میشی دوستان منتظر. کدوم دوست دارت؟ راجب چی داری صحبت میکنی؟ خودت میفهم. باشه به دوستا سلام میرسونم. میتاگسی